قال الإمام علي بن أبي طالب: سلام. یک روز دیگر با مسلمانان نروژ. ما امروز مسلمانان نروژ میخواهیم که بفهمیم چه آداب و رسومی در ماه مبارک دارن. پس مرا همراهی کنین. منم میفهمم که چقدر مسلمان داره، چقدر نداره و آیا ماه مبارک رمضان چه قسم در کشور تجلیل میشه. پس خوب است با ما همراه باشین و بفهمیم. مسلمانان کشورهای غیر اسلامی چون نروژ مانند دیگر مسلمانان ماه مبارک رمضان را با مراسم خاصی برگزار میکنند. اگرچه موقعیت جغرافیایی این کشور مشکلات فقهی برای روزه‌داران ایجاد کرده، اما آنها از این فرصت برای احیای شعائر دینی خود بهره‌مند میشن. ماه مبارک رمضان برای مسلمانان مقیم نروژ فرصتی است تا بتوانند ارزش‌های روحی و معنوی دین اسلام افزایش دهند. از این روز سعی دارند تا از این فرصتی که بسیار کم پیش‌می‌آید بهترین بهره را بگیرند و در انجام امور خیر از یکدیگر پیشی گیرند. بنابراین در این ایام آنها اختلافات خود را کنار می‌گذارند تا درجات ایمان و تقوای خود را تقویت کنند. اما مسلمانان در آغاز ماه مبارک رمضان با مشکلاتی روبرو هستند که با موقعیت جغرافیای آنها در ارتباط است. زیرا نروژ کشور کوهستانی در شمال اقیانوس منجمد شمالی با آب و هوای سرد است. بنابراین در آغاز ماه رمضان هوا تیره و مه گرفته بوده و جاله و طوفان در طول سال می‌بارد. این مسئله در اوقات شهری آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است، به گونه‌ای که شب‌های فصل زمستان 18 تا 24 ساعت طول می‌کشد و حتی این وضع در تابستان هم ادامه دارد. بنابراین آنجا که آنها در این ایام نیاز دارند حکم فقهی درباره زمان روزه و نماز آنهاست. اگرچه تحقیقات فقهی و اجتهادی در مسئله نماز و روزه آنها در حال انجام است، اما آنها روزه خود را بر اساس نزدیکترین شهری که در آن شب از روز مشخص است می‌گیرند و مانند آن کشور افطار می‌کنند. گاهی نیز با مکه مکرمه وقت خود را تنظیم می‌کنند. اما با وجود مشکلاتی که دارند با مساجد میرن و در آنجا با مسلمانان دیگر روزه می‌گیرند و شعائر دینی خود را اجرا می‌کنند. عمده فعالیت مسلمانان نروژ در ماه مبارک رمضان یکی عبادت و دیگری گرد هم آمدن و آماده کردن غذاهای مختلف بر اساس شیوه کشورهای اسلامی است. در این ایام مسلمان از ائمه و علمای مسلمان که از کشورهای اسلامی آمدن استقبال میکنند و با تجمع در مساجد علاوه بر اینکه نماز تراویح میخوانند از دروس وعظ و ارشاد نیز در این ماه مبارک بهره مند میشن. مساجد این کشور در ماه مبارک رمضان مملو از نمازگزارانی که سعی در احیای شعائر دینی خود دارند تا برای انجام امور دینی واجب و مستحب خود استفاده کنند و این تنها فرصتی است که خانواده های مسلمان را کنار هم جمع کنند. آنها زمان کاری خود نیز تغییر میدن تا کمتر کار کرده و بیشتر عبادت کنند. پس از ماه مبارک رمضان این کمکاری ها را جبران میکنند، اما برخی از غیر مسلمانان با این اقدام مخالفت میکنند. در ماه مبارک رمضان خدمات خیرخواهانه در نروژ از سوی اقلیت مسلمانان این کشور افزایش چشمگیری پیدا میکنند. حتی سفره‌های رحمان و منظور ارتقای احساسات دینی مسلمانان گسترانده میشد و مسلمانان عادت دیرینه خود را که در هر کدام از کشورهای اسلامی داشتند در این کشور نیز اجرا میکنند، مانند غذاهایی که میان مسلمانان مصر و دیگر کشورهای اسلامی رواج دارند. آنها این ایام را فرصتی برای احیای شعائر اسلامی می‌دانند که می‌توانند آن را برای غیر مسلمانان این کشور غیر اسلامی تبیین کنند. این بود از نروژ، کشوری که امروز با هم سفر کردیم. فردا کدام کشور است؟ من نمی‌فهمم. پس اگر می‌خواید بفهمید، فردا مرا همراهی کنید. تا فردا یک برنامه دیگر، خدا نگهدار.